بسم الله الرحمن الرحیم. الهی مران کسی را که خود خوانده ای و آشکار مکن گناهی را که خود پوشیده ای. کریما خود برگرفته ای و کس نگفت که بردار. اکنون که برگرفته ای مگذر از من و در سایه لطف خود مرا نگهدار و مرا جز به فضل و رحمت خود مسپار. الهی باران عنایت تو به سنگ رسید، سنگ بار گرفت، سنگ درخت رویانید، درخت میوه بار گرفت. چه درختی؟ درختی که بارش همه شادی است، همه شفاست، مزش همه اونس، بویش همه آزادی. درختی که ریشه آن در زمین وفاست، شاخه آن برای رضاست، میوه آن معرفت و صفاست و حاصل آن دیدار و لقاست. الهی به نام تو زبانها گویا شد، به نام تو جانها شیدا شد، بیگانه آشنا شد، زشتها زیبا شد، بیمار شفا یافت، کارها هویدا شد، راهها پیدا شد. الهی به نام تو چشم مشتاقان گریان شد، دلهای عارفان سوزان، سرهای واله ها خروشان و وجود عاشقان بی تو بی جان. پروردگارا در این روز فرخنده مرا در جمعی قرار بده، نام مرا در جمعی قرار بده که مورد رحمت و مساعدت و عنایت تو قرار میگیرند. پروردگارا یار من باش تا در سایه بندگی به تو نزدیک شوم و به من صلاحیت دریافت برکات بیشمارت را عطا فرما. پروردگارا مرا از پاداش های پررز و نیکت امروز بی نصیب مگردان. معبودا تو را می ستایم، سپاس می نهم و در سایه احسانت راه می جویم. رحیما یا رحیم یا رحیم. گاه در عفو و بخشش مهربان ترین مهربانی یا رؤوف. معبودا تو در بزرگی و کبریایی بزرگترینی یا عظیم. خدایا امر نمودی که تو را بخوانم و دست نیاز به سوی تو دراز کنم. خود اونی لکم پس شنواترین یا سمی. سپاسم را بشنو یا شکور. ندایم را پاسخ ده و از لغزش ها مرا دور دار و اگر لغزشی کردم از من درگذر. یادتون باشه ذکر امروزتون ذکر قشنگیه. یا رحیمه، یا رؤوفه، یا عظیمه، یا سمیعه. خدایا تنها تو را می پرستم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نه غیر تو. من تنها تو را می پرستم و تنها تو را می خوانم که چون غیر تو را خوانم محروم خواهم شد. جز به امید نمی بندم به تو دل
که چون غیر است و دل به امید کسی ببندم ناامید خواهم شد. بار الها ای لطیف ای بخشنده، هر نعمت و نکویی از آن توست و هر حاجت به دست تو برآورده می شود. پس ای مهربان، مقام یقین و حسن زن به حضرتت عطایم فرما و امیدواری به رحمتت را در قلبم پایدار کن و رشته امیدم را از غیر خودت پاره کن، که جز به تو امید نبندم و جز به تو اعتماد نکنم. یا لطیف، یا رحمان، یا رحیم. بارلاها، امروز تو را با این نام ها به زندگیم فرا می خوانم و می خواهم حضور داشته باشی. ای نگهدار آن که از او نگهداری جوید، ای مهربان بر آن که از او مهر جوید، ای آمرزنده آن که از او آمرزش خواهد، ای یاور آن که از او یاوری طلبد، ای حافظ آن که از او حفاظت خواهد. مریض داری؟ دلت داره واسش میزنه، نگرانی، دنبال شفاشی؟ از خدا بخواه، شفا دهنده اونه، حافظ اونه، نگه دارنده اونه. راه برو بگو تو به هم دادی، تو برام نگه دار. ای اکرام کننده، ای اکرام کننده آن که از او اکرام خواهد، ای راه نمای آن که از او راه نمایی جوید، ای داد رسه آن که از او داد رسی خواهد، ای مدد یار آن که از او مدد جوید، ای فریاد رسه آن که از او فریاد رسی خواهد. این روزا خیلی هم میشنویم، از خیلی هم من میشنویم، میگن خدا کجاست؟ خدا وجود نداره. خدایی وجود نداره. کوماره یادش رفت. خدا من فراموش کرده. بارها توی مناجات ها با زبان های مختلف با نشانه های مختلف اومدیم گفتیم خدا گفته بنده من تو رو رها نمی کنم. تو هر شکلی منو ببینی من همون شکل کنارت هستم، حتی اگه منو نبینی بازم من کنارت هستم. من نمیدونم اگه عالم و آدمم بیان بگن شما نگید خدا کجاست، شما نگید پس کو خدا. طرف میاد 2 ساعت ویدیو میگیره، اینو پسرم چند روز پیش داشت بهم نشون میده، گفت طرف میاد 2 ساعت در مورد اینکه بابا اصلا خدایی وجود نداره حرف میزنه، میگه خدا نیست، خودتون نزنید، خدایی وجود نداره. حرف میزنه، حرفاش هم همیشه بدم نیست، داره میگه خدا نیست، باور نکنید خدا رو. بعد لحظه که داره برنامهش رو میبنده، لحظه که داره اون جلسه رو میبنده، میگه خیلی خوب، پس متوجه شدید که خدایی وجود نداره و هرچی که هستش خودتی. همه میگن بله. میگه همه تون رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار. یعنی حتی اون آدمی هم که خودش داره دم از بی خدایی میزنه آخر شما رو به خدا میسپاره. خیلی جالبه، حواستون باشه، هر کی میگه، هر چی میگن شما نگید. خدا عشقه، خدا نوره، خدا حال خوبه، خدا انرژی که تو رو بیدار میکنه، همون انرژی که کمک میکنه دست دیگران رو بگیری. و بچه ها، رسالت ما آدم ها روی این کره خاکی انعکاس عشق خداونده. اینکه تک به تکمون بیایم به همدیگه این رو یادآوری کنیم که
کسی هست که هوای مریض تو رو تخت بیمارستان داره، کسی هست که هوای دل تو رو داره، کسی هست که تو رو خیلی دوست داره. خدا فقط عشقه، فقط دوست داشتنه. خداوند در قرآن به ما میگه بگو ای کسانی که ایمان آوردید و ای بندگان من که بر خود ستم کردید، از رحمت خداوند ناامید نشوید، همانا خداوند بخشنده تمام گناهان است. راه برو، راه برو، بگو فلانی امروز، راه برو، بگو فلانی، بگو پریسا، بگو مریم، بگو مهین، بگو مجید، بگو علی، بگو داریوش، راه برو و بگو از رحمت خدا غافل نشو. امروز راه برو، بگو از رحمت خدا غافل نشو. هر جای دلت گرفت، هر جای اومدی به زبون بیاری خدای کجایی، بس تو کجایی، بلا فاصله بگو از رحمت خدا غافل نشو. از رحمت خدا غافل نشید. خدا هست، تو قلبتونه. نذارید نگاه دیگران به شما خط بده، نذارید نگاه تلخ دیگران حال شما رو بگیره. صداش کنید، اون رحمانه، همش نوره، همش امیده. ما تو زندگیمون بارها مورد بیمهری قرار میگیریم، تهمت قرار میگیریم، نادیده گرفته میشیم. من همیشه میگم وقتی یه غریبه میاد برات میزنه، حال تو رو بد میکنه، میخواد این غریبه هر کسی باشه، به این موضوع فکر کن. خودی ترین خودی های ما خیلی جاها ما رو باور ندارن، خودی ترین خودی های ما خیلی جاها ما رو قبول ندارن، خیلی جاها خود اونها توی جمع ها ما رو زیر سوال میبرن، چه برسه به غریبه. ولی هر جایی هر کسی که اومد زد برات، دنبال این بود که تو رو بشکونه، تو رو له کنه، به این موضوع فکر کن. خدا بالا سرمونه، همه کس بی کسونه و راست راستی خیلی خدا مهربونه. خدا همه جا با همونه. صداش کن یا رحیم. داره طرف حیثیت میبره، داره زیر سوال میبره، به دروغ داره این کار رو میکنه. صداش کن یا ستار العیوب، ای پوششگر عیب ها، تو کمکم کن، تو به دادم برس، نذار بی گناه منو غرق گناه کنند، نذار من رو زیر سوال ببرم. نباشید جز اهالی کوفه که دمی این بر و دمی اون بر باشن. به خودتون حداقل، ما به خودمون رحم نمی کنیم. به خدا خودت خیلی با ارزشی، خودت خیلی دوست داشتنی. به خودت رحم کن، برای وجود خودت، برای هر جایی صداش کن، برای هر کاری صداش کن. میخوام بیام لایف بگیرم صداش میکنم، میگم با من بیا. یا تو سمیعی، تو علیمی، تو نوری. اگه قرار کلامی رو بگم که حال کسی که روبروی من هست رو بد کنه، تو بپوشون، تو ستار العیوب باش، تو بپوشون زبان من رو، تو قدرت بده، تو قادر. من واقعا اعتقاد دارم حتی اگر گاهی اوقات 5 دقیقه 10 دقیقه برنامه ما داره دیر شروع میشه، این نشانه است. قراره یه نفر بیاد تو این برنامه که تو این 10 دقیقه ممکنه خواب بوده باشه، دستش بسته باشه، کار داشته باشه و الان باید بیاد بشنوه. ما باید اون آدم میرسیده به این حرفا. خدا سراسر عشقه، سراسر نوره. نذارید نگاه دیگران بیاد روی شما ها تأثیر بذاره و
شما رو از خداتون دور کنه، حال شما رو بد کنه. بارلاها در این روز زیبا در لحظه هایم جاری باش و مگذار لحظه ای حتی لحظه ای دل به امید هر که غیر تو بندم. الهی امروز یاریم ده تا در این صبح زیبا بتوانم با کلامم، با نگاهم، با هر قدم عشق و مهری که بر می دارم تو را در این قدم ها حس کنم. بار الها از تو می خواهم امروز که به من لطف کردی و صبح دیگری را به من عطا کردی و مرا به وجود خودت و نور وجودت مورد عنایت قرار دادی، هرگاه که دست نیاز به سمت هر کس و ناکسی دراز کردم تو آن دست را بگیر و به سمت خود برگردان، که گاه من نمیدانم از فرط استیصال، از فرط ناراحتی به کجا دست ببرم. دستم را امروز بگیر، صدایم را امروز بشنو، قلبم را به لطف و لطافت خود مزین کن و کمکم کن که بتوانم بزرگی و عزت و جلال مخلوق تو را آنطور که شایسته خالقی چون تو است به نمایش بگذارم. امروز راه برید و فقط یک عبارت رو بگید: من از رحمت خدا ناامید نیستم. خدا ارحم الراحمینه، خدا ارحم الراحمینه. براتون بهترین ها رو میخوام و ازتون میخوام که بعد از اینکه دعاتون تموم شد، دراز کشیدی، داری صدای من رو میشنوی، داری میری سر کار، هر جایی که هستی، یه چند لحظه حالا که دعا تموم شد، چون سراسر وجودت انرژیه، این دست هات رو روی هم بساب و روی چشم هات بذار که بگذاری این انرژی وارد وجودت بشه. روی قلب هات بذار که بگذاری این انرژی وارد وجودت بشه. آمین به همه دعاهاتون، آمین به همه تون و خواسته هاتون. براتون اتفاقهای خیر و پربرکت رو از خدا میخوام. برای خدا معجزه غیر ممکن نیست. نترسید و وقتی دارید از خداوند طلب میکنید، معجزه بخواید از خدا و نگران این نباشید که میترسم نشه. برای خدا چیزی نشد نداره. خیلی دوستتون دارم. برید روزتون رو بسازید پر از برکت. اون گوشه موشه ها اگر فرصت کردید، من پسرم، دخترم و همسرم رو هم ازره یاد کنید توی دعاهات. دوستتون دارم. براتون بهترین ها رو میخوام. هر چقدر که حس خوب گرفتی، حال خوب گرفتی، مثل همیشه زیر پست آخرمون میریم مینویسیم که امروز به کدام نام پروردگار اون رو صدا میکنم و کدوم نام پروردگار رو به زبون میارم. یا لطیف رو، یا رحیم رو، یا رحمان رو، یا رعوف رو، هر کدوم از این نام ها رو امروز میخوای خداوند رو با نامش به زندگی دعوت کنی، زیر پست آخرمون توی پیجمون بنویس، مکتوب کن که امروز امضای اون اسم رو بگیری و در لحظه زندگیت همراهت باشه. براتون بهترین ها رو میخوام. دوستتون دارم. یه آمنم. مراقب خودتون باشه. خدا نگهدار.